ایران ظرفیتی که نیروهای روشنفکر یا نخبگان سیاسی، فعالان سیاسی باید از خودشون نشون بدن، به نظر من یکیش حداقل این هست که بتوانند فهمی سازگار از دموکراسی در کنار ارزش‌های دیگر، یعنی در واقع همون انعطاف‌پذیری که استبداد و اقتدارگرایی از خودش بروز داده، نیروهای دموکرات هم از خودشون بروز بدن. خیلی ممنون از اینکه توجه کردید. سلام و سپاس دارم پیشگاه خانم‌ها و آقایان محترم. موضوع سخن من در باره روحانیت هست. این یه مقدار حواس من پرت موضوع روحانیت یک موضوع سهل و ممتنعی هست، به این مفهوم که تقریبا در یک صد سال گذشته جامعه ایران در همه سطوح و لایه‌هاش با روحانیان به نوعی درگیر بوده و موضوعی است که تقریبا اغلب مردم فکر میکنن که خوب اون رو میشناسن و اونچه که لازم هست در باره روحانیت میدانند و در حقیقت مصداق این بیت سعدی است که گفت که گر از بسیط زمین عقل منحدم گردد به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانند. کسی فکر نمی کنه که در مورد روحانیت نقطه تاریک و مبهمی وجود داره که نیاز به تأمل و تحقیق هست. نشان به اون نشان که در یک صد سال گذشته واقعا اثر تحقیقی و تاریخی با اصول علمی جدید به ندرت یافت میشه درباره روحانیت یا اصلا یافت نمیشه. روحانیت موضوعی بوده که یا مورد تعلق ایمانی و شیفتگی روحی قرار داشته برای مؤمنان یا موضوع تنفر و بیزاری برای بسیاری دیگر که خودشون رو به نوعی قربانی روحانیت یا نظام برآمده از خواستها و آمال روحانیت می‌دانستن. بنابراین تحقیق درباره اون هم بسیار دشوار هست. فاصله گرفتن علمی و علمی از این موضوع هم بسیار دشوار هست و در به همین میزان نیاز مبرم جامعه ایران هست و تصور میکنم که راهیست که روشنفکران ما و پژوهشگران ما در نهایت باید اون رو بگشایند و به سوی یک سنجشگری و شناخت علمی روحانیت پیش برند. روحانیت هم کلمه روحانیت و هم پدیده روحانیت یک مسئله جدید هست یا به عبارت دیگر مسئله تجدد و جهان مدرن هست. از زمانی که تقسیم کار جدید آغاز میشه ما یک مقوله‌ای به نام روحانیت رو داریم. پیش از دوران جدید چیزی به نام روحانیت وجود نداره. اون چی که هست عالمان هستن، قاضیان هستن، واعظان هستن، مفتیان هستن که با طبقه روحانیت به مفهوم جدیدش سراپا تفاوت دارن. اما از سپیده‌دم مشروطیت یا از سپیده‌دم تجدد در ایران روحانیت تبدیل به مسئله میشه. اگر شما به آثار و نوشته‌های مشروطه خواهان نگاه بکنید یکی از دغدغه‌های اصلیشون روحانیت هست. هر جا که سخن از دین هست، هر جا که سخن از خراف ستیزی هست، هر جا که سخن از سازگاری مفاهیم و اصول
جدید با دیانت هست، پای روحانیت هم باز میشه و یک نگرانی جدی است برای نیروهای تجددخواه و تحولخواه در جامعه ایران. و طبیعتاً از اون زمان هست که روحانیت تبدیل به یک سازمان میشه، یک سازمان اجتماعی، یک نهاد اجتماعی. پیش از تجدد من تصور میکنم که نمیشه روحانیت رو یک نهاد اجتماعی نامید، برای اینکه یک چیزی به نام روحانیت در مقام نهاد اجتماعی به وجود بیاد ما نیازمنده باید منتظر بمونیم تا پدیده به نام تلگراف به وجود بیاد. در حقیقت پیدایش تلگراف نقش بسیار مهمی در تکوین سازمان روحانیت داشت در زمان ناصرالدین شاه و موجب شد که حوزه‌های علمی روحانیان و مشتریان روحانیان که مقلدان و مؤمنان هستند با این ابزار ارتباطی با هم متصل و مرتبط بشن و کم کم با تکنولوژی جدید، با ابزارهایی که فرآورده جهان جدید هستند، کم کم تبدیل به یک سازمان جدید اجتماعی بشن. و در همون زمان هم هست که کم کم این اندیشه پیدا میشه که روحانیت باید یک نظم و نسق جدید پیدا بکنه. این سخن رو نه تنها روحانیان که غیب روحانیان مثل مهدی قلی‌خان هدایت در خاطرات و خاطرات خودش هم میگه که دیانت در مملکت اساس اداری میخواهد. از اون زمان که چنین نیازی احساس شد، همانطور که مهدی قلی‌خان هدایت میگه که اساس اداری میخواهد، تا امروز ما شاهد یک اساس بسیار عظیم اداری برای روحانیت هستیم که تصور اون برای پیشینیان بسیار دشوار بود. گذشتگان ما تصور نمی کردن که روحانیت یک روز بتونه تبدیل به چنین نظام بروکراتیک اداری عجیب بشه. یک سخنی هست در ایران که ورد زبان اغلب روزنامه خوان‌ها و روزنامه نویس‌ها هست و اون این بحث سنت و تجدد هست و تقریبا میشه گفت که بیت الغزل بسیاری از مباحثات و مناقشات اجتماعی در ایران هست که میگن که این سنتی و اون مدرن هست، یا اینها همه حاصل برخورد سنت و تجدد هست. از یک منظر که نگاه بکنیم اساساً این سخن چندان معتبر نیست و بنیان علمی نداره. چیزی به نام برخورد سنت و تجدد به مفهوم نیست. در حقیقت سنت خودش یک ادعا مدرن هست. چیزی به نام سنت در جهان سنت وجود نداره. سنت رو مدرن ها درست میکنن، هم کلمش رو و هم پدیدش رو و هم مقتضیاتش رو و هم پیامدهاش رو. همین مفهوم ما وقتی که وارد دنیای جدید میشیم اینطور نیست که یک عده سنتی بمانند یک عده مدرن بشن. در حقیقت همه مدرن میشن، منتها با اشکال متفاوت مدرن شدن، چون مدرن شدن یک شکل واحد ثابت نداره. بنابراین از اون زمانی که جامعه ایران وارد جهان جدید میشه، در حقیقت اون بخشی که ما تصور میکنیم بسیار سنتی، منحط و عقب مانده هست، به تعبیر کسانی که از روحانیت خوششون نمیاد، یا اون بخشی که پاسدار سنت هست، به تعبیر اون کسانی که از روحانیت خوششون میاد، اونها هم مدرن میشن. تمامیش مثل بقیه اقشار جامعه ایران روحانیت هم در حقیقت مدرن میشن. اما مدرن شدن روحانیت در حقیقت یک مقدار پیچیده است و همین دلیل هم هست که در بادی امر چندان دیده نمیشه. همه فکر میکنن که این آخوندها خب همون درسای بسیار عجیب و غریب خودشون رو با اون کتابهای که با خطهای خیلی قدیمی نوشته میخونن و نماز و روزه و مسجد و اینها و مدرن شدن اینا چه معنی میده؟